حالا ای حال هر کدام از عوامل منفی توسعه رو که ما نگاه کنیم میبینیم که کشور ما اون عوامل منفی رو نداره و کشور ما مستعد توسعه بسیار بالا هست. دوستان عزیز سلام عرض می‌کنم خدمت شما. در ادامه مباحث توسعه باید به این مسئله توجه کنید که در ابتدا کشورهایی که از درجه حرارت معتدل برخوردار بودند وارد جرگه کشورهای صنعتی شدند. دلیل این قضیه هم این هست که در کشورهایی که آب و هوای بسیار سرد یا بسیار گرم یا حاره‌ای و شرجی داشتند انسان به راحتی نمیتوانست اقدام به کار و تولید کند. بنابراین هزینه های تولید و هزینه های توسعه به مراتب بالاتر بود. اما واقعیت این است که یک اختراعی که وضعیت بسیاری از کشورهای دنیا را تغییر داد اختراع دستگاه تهویه مطبوع یا ایرکاندیشنینگ بود. پس از اینکه ایرکاندیشنینگ به وجود آمد کشورهایی در منطقه استوا و در منطقه گرم یا گرم و مرطوب یا گرم و خشک به جرگه کشورهای پیشرفته پیوستند. به طور مثال کشور سنگاپور و کشور مالزی بودند که ناگهان شما میبینید که وضعیت درآمدی این کشورها به شدت تغییر کرد. نمونه دیگر کشور امارات و کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس هست که میبینید که وضعیتشون کاملا بعدها تغییر کرد و وضعیت کاملا بهتری پیدا کردند. پس بنابراین امروزه مثل گذشته محدودیت‌های جغرافیایی تأثیر منفی بر اقتصاد نمی‌گذارد. یعنی اگر که یک جامعه یا مدیریت یک کشور، حاکمیت یک کشور بنای بر توسعه داشته باشه، به توسعه لاجرم کشورها دست پیدا می‌کنند. مهم این هست که آیا یک عزم ملی وجود دارد یا ندارد. البته در برخی از ادبیات توسعه روی کشورهایی که لندلاکت هستند یا کشورهایی که در خشکی محصور شدن تأکید شده به عنوان کشورهایی که این عامل یک نوع عامل منفی برای توسعه این کشورها به حساب میاد. علی حال هر کدام از عوامل منفی توسعه رو که ما نگاه کنیم میبینیم که کشور ما اون عوامل منفی رو نداره و کشور ما مستعد توسعه بسیار بالا هست. کشور ما میتوانست جز به کشورهای پیشرفته صنعتی باشد. خب ما هنوز تصمیم برای توسعه نداریم، امیدوارم که خیلی سریع این تصمیم شکل بگیرد. در برنامه آینده این مسئله رو باز ادامه خواهم داد.